پس کی میشه که اوضاع آروم بشه شرایط ایدئالی پیش بیاد و من بتونم به زندگی معمولیم ادامه بدم چرا تا میخوام به اوضاع عادت کنم یه بحران جدید پیش میاد اگه شما همین روزها همچین فکرایی تو سرتونه این ویدیو رو تا آخر تماشا کنید یکی از سریال های مورد علاقه هم سریال دکتر هوه شخصیت اصلی این سریال فردیه به اسم دکتر که یه تایم لورده یعنی ارباب زمان از نسل موجوداتیه که شباهت زیادی به انسانها دارن اما برخلاف انسانها میتونن در زمان سفر کنن و قابلیت های ذهنیشون چندین و چند برابر یه انسانه و خیلی پیشرفته‌تر تر از انسانها هستن. یکی از قسمت های این سریال راجع به تصمیم دکتر برای تبدیل شدن به یه انسانه. تا بتونه مدتی مخفی بمونه و کسی متوجه نشه که اون یه تایم لورده. دکتر همیشه در سفرهاش یه کمپنین داره یعنی یه همراه. یه همراه که انسانه و اونو توی سفرها همراهی میکنه تا تنها نباشه. توی این سفر خاص همراه دکتر دختریه به اسم مارتا. توی این سفر ادهی ای از دشمنان دکتر بهش حمله میکنن تا ماهیت وجودش رو به عنوان یه تایم لورد ازش بدوزدن. اما قبل از اینکه چهره دکتر رو ببینن اون فرار میکنه و تصمیم میگیره به مدت سه ماه به عنوان یه انسان زندگی کنه تا بتونه ماهیت واقعیش رو پنهان کنه. دشمنان دکتر عمرشون کوتاهه و بعد از سه ماه نابود میشن مگه اینکه بتونن ماهیت دکتر رو ازش بدزنن و اینطوری به عمر خودشون اضافه کنن دکتر به همراه مارتا به زمان گذشته میره تا در گذشته پنهان بشه در سال 1913 میلادی دکتر یه ساعت جیبی رو به مارتا میده و بهش میگه ازش خوب محافظت کن جون من به این بستگی داره و بعد از اینکه دکتر ماهیت وجودش و همه توانایی هاش رو که اونو به یه ارباب زمان تبدیل میکنه توی اون ساعت جیبی پنهان میکنه مارتا اون ساعت رو برمیداره و دکتر دیگه به یه انسان تبدیل میشه یعنی ظاهرش که مثل انسان ها بود باطنش هم مثل اونها میشه میشه یه آدم معمولی اون دیگه هیچی از گذشتش به خاطر نمیاره و نمیدونه که قبلا تایم لورد بوده اون تصور میکنه همه یه عمرش یه معلم بوده و مرزا هم خدمتکارشه. در اینجا یعنی در سال 1913 میلادی دکتر دیگه به اسم دکتر شناخته نمیشه. اینجا یه آدم معمولیه با یه اسم معمولی یعنی جان اسمیت. جان اسمیت در یه مدرسه شبانه روزی معمولی به عنوان یه معلم معمولی تدریس میکنه و مارتا هم به عنوان یه خدمتکار در اونجا کار میکنه. تنها کسی که میدونه اون واقعا کیه مارتاست. از وقتی دکتر ماهیتش رو پنهان کرده و به یه آدم معمولی تبدیل شده شبها خوابهایی میبینه که تصور میکنه خوابن اما در واقع خاطرات دکتر از زمان تایم دورد بودنشونه. ساعت جیبی که ماهیت دکتر توش پنهان شده روی تاخچه اتاقشه یعنی روی تاخچه اتاق جان سمیت. هر از گاهی اونو توی دستش میگیره یه نگاه خاصی بهش میندازه ولی هرگز اونو باز نمیکنه. اگه ساعت جیبی رو توی دستش بگیره و اونو باز کنه ماهیت واقعیش به وجودش برمیگرده و دوباره یه ارباب زمان میشه و البته باعث میشه دشمنانش فورا به مخفیگاهش پی ببرن و به سراغش برن دکتر قبل از پنهان کردن ماهیتش در اون ساعت جیبی به مارتا گفت فیلتری روی ساعت گذاشته که خودش به عنوان یه آدم معمولی هیچ وقت خود به خود تمایلی به باز کردن ساعت پیدا نکنه. دکتر قبل از پنهان کردن ماهیتش از همراهش مارتا میخواد که اگه دشمنانشون تونستن پیداشون کنن به سراغش بره و ازش بخواد که ساعت باز کنه چون دیگه چاره ای نیست و باید با اونها رو به رو بشه. جان اسمیت یه دفترچه داره که اسمش رو گذاشته A Journal of Impossible Things یعنی دفترچه یه چیزهای غیر ممکن. توی این دفتر همه خوابهایی رو که شبها می نویسه. و یه وقتهایی تصاویری از رویاهاش رو هم نقاشی میکنه. علت این که اسم این دفترچه رو دفترچه چیزهای غیرممکن گذاشته اینه که خوابهایی که میبینه به نظرش خیلی تخیلی و دور از واقعیتند و هرگز نمیتونن رخ بدن. تو همین روزها دکتر که الان دیگه اسمش جان اسمیته عاشق پرستار مدرسه میشه و ازش دعوت میکنه که باهاش به مراسم رقص بره. جان اسمیت این دفترچه رو به پرستار مدرسه میده که بخونتش. لحظه ای که جان اسمیت داره دفترچه رو به پرستار میده مارتا توی اتاق من نگران میشه چون میدونه مطالبی که جان اسمیت توی اون دفترچه نوشته در واقع واقعیت دارن و خیالات و اوهام اون نیستن بعد از اینکه پرستار با اون دفترچه از اتاق جان اسمیت خارج میشه مارتا دنبالش راه میفته و بهش میگه خیلی اون دفترچه رو جدی نگیره چون اونا فقط خوابهای جان اسمیتن پرستار از مارتا میپرسه جان اسمیت چرا اینطوریه همش انگار در تب به انگار یه کتری گذاشته روی گاز که باید برگرد و زودتر خاموشش کنه آروم و قرار نداره یک روز یکی از شاگردان کلاس جان اسمیت وارد اتاقش میشه تا ازش یک کتاب قرض بگیره و زمانی که جان اسمیت در حال جستجو برای پیدا کردن کتاب مربوطه است اون پسر یه نگاهی به تاخچه اتاق میندازه و ساعت جیبی رو میبینه اونو توی جیبش پنهان میکنه و وقتی جان اسمیت کتاب رو براش میبره اون با ساعتی که دزدیده از اتاق بیرون میره و جان اسمیت هم متوجه این قضیه نمیشه دشمنای دکتر در تمام طول تاریخ به دنبالش میگردن اما چون اون ماهیت خودش رو در ساعت جیبی پنهان کرده و هرگز چهره دکتر رو هم ندیدن نمیتونن پیداش کنن تا اینکه وارد سال 1913 میشن یعنی همون سالی که دکتر و مارتا در اون پنهان شدن پسرکی که ساعت جیبی جان اسمیت رو دزدیده بود از روی کنجکاوی ساعت جیبی رو باز میکنه و وقتی بازش میکنه دشمنان دکتر متوجه میشن اون در همین زمان یعنی سال 1913 پنهان شده و شروع میکنم به دنبالش گشتن. وقتی ساعت جیبی باز میشه پسرت میتونه ماجراهایی رو که دکتر داشته ببینه و از ابهت و عظمت زندگی دکتر وحشت میکنه و ساعت رو میبنده. اما دیگه دیر شده. دشمنان دکتر با باز شدن ساعت جیبی فهمیدن اون تو همین زمانه و با دقت به دنبالش میگردن. مارتا متوجه میشه که جان اسمیت عاشق پرستار مدرسه شده و از طرفی میبینه که دشمنای دکتر دارن پیداشون میکنن. بنابراین وارد اتاق جان اسمیت میشه و در حضور پرستار مدرسه بهش میگه که اون یه آدم معمولی نیست. باید برگرده به زندگی واقعیش و یه تایم لرد بشه و برای این کار لازمه که ساعت جیبی رو توی دستش بگیره و باز کنه. جان اسمیت از حرفای مارتا در نمیاره و وقتی مارتا میخواد ساعت رو از روی تاخچه اتاقش برداره و به دستش بده میبینه که هیچ چیزی روی تاخچه نیست و شروع میکنه به گشتن و وقتی با مقاومت جان اسمیت روبرو میشه یه سیلی توی گوشش میزنه تا شاید یادش بیفته که واقعا کیه. این کار مارتا باعث میشه از دید جان اسمیت یه خدمتکار بی به حساب بیاد که داره پرت و پلا میگه جان اسمیت دست مارتا رو میگیره و اونو از اتاق پرت میکنه بیرون و بهش میگه که اخراجه اون حتی یادش نمیاد که یه ساعت جیبی داشته اما پرستار بهش میگه که یادش هست یه ساعت جیبی همیشه روی تاخچه بود جان اسمیت پرستار رو به یه مراسم رقص در دهکده دعوت میکنه و در حالی که با هم وارد مراسم رقص میشن دشمنان دکتر دیگه تقریبا مطمئن شدن که اون خود دکتره. جان اسمیت قرق خوشی ناشی از عشق و عاشقیه. اون به گوشه سالن میره تا یه نوشیدنی برای خودش و پرستار بریزه. در همین موقع مارتا وارد اون سالن میشه و وقتی پرستار رو تنها روی صندلی میبینه بهش نزدیک میشه و میگه ببین جانسمیت یه آدم معمولی نیست. خودت هم متوجه شدی که فرد عجیب و غریبیه و با بقیه آدما فرق داره. پرستار داره با ناباوری و عصبانیت به حرفای مارتا گوش میده که جان اسمیت به سراغ پرستار و مارتا میاد و مارتا یکی از ابزاریو که دکتر به عنوان یه تایم لورد ازش استفاده میکرد بهش نشون میده تا شاید باعث بشه چیزیو به خاطر بیاره. از اون طرف پسرکی که ساعت جیبی رو دزدیده بود توی یه گوشه از همون سالن رقصه و باز ساعت رو باز میکنه و با این کار دشمنان دکتر رو به هدفشون نزدیکتر میکنه. ناگهان دشمنان دکتر به مهونی رقص حمله میکنند و مارتا و پرستار رو گروگان میگیرن و به جان اسمیت میگن میدونن که اون دکتره و ازش میخوان ماهیت واقعی خودش رو برگردونه و دوباره تایم لود بشه تا اونها بتونن ماهیتش رو به چنگ بیارن. اما جان اسمیت تعجب میکنه و میترسه و میگه که نمیدونه اونها راجع به چی حرف میزنن. تو درگیری که پیش میاد مارتا موفق میشه اسلحه رو از دست یکی از دشمنها بگیره و اینطوری جانی اسمیت و پرستار و بقیه رو از اونجا فراری بده و بعد هم خودش پا به فرار میذاره این اتفاقات باعث میشه پرستار حرفای مارتا رو تا حدی باور کنه مارتا و پرستار به ساختمان مدرسه برمیگردن و اتاق جانی اسمیت رو زیر و رو میکنن تا شاید بتونن ساعت جیبی رو پیدا کنن جان اسمیت تازه از وقایع مراسم رس فرار کرده بود به مدرسه که دشمنان دکتر به مدرسه میرسند و اونجا هم چند نفر یا میکشند تا بتونن خودشونو به دکتر برسونن. جان اسمیت به همراه مارتا و پرستار از مدرسه فرار میکنن و در تاریکی شب در یه جایی متوقف میشن که ای از دشمنانش تادیس رو تصاحب کردن. تادیس ماشین زمان دکتره اما جان اسمیت یادش نمیاد که همچین چیزی داشته. و پرستار که دفترچه خاطرات جان اسمیت یا همون دفترچه چیزهای غیر ممکنش رو خونده بهش میگه یادشه که همچین چیزی رو توی دفتر خاطراتش نقاشی کرده بود. جان اسمیت به گریه میفته و نمیخواد به پذیره که معمولی نیست. میگه میخوام معمولی باشم. میخوام مثل یه آدم معمولی زندگی کنم. میخوام جان اسمیت بمونم با زندگی جان اسمیت، با شغل جان اسمیت و با عشقی که جان به پرستار داره. اونها از اونجا هم فرار میکنن و وارد یه خونه توی ده میشن. در حالی که اونجا پنهان شدن، دشمنان دکتر شروع میکنن به شدی که گلوله توپ جنگی به سمت مردم ده کده و همه جا رو به آتیش میکشن. بحران پشت بحران به جان اسمیت فشار وارد میکنه. وقتی به کلبه میرسن، پرستار به جان اسمیت میگه من دفترچه خاطراتت رو خوندم و با اتفاقاتی که پیش اومده تو حتما همونی هستی که مارتا کارت میگه و باید برگردی به اون حالت در همین حال پسر بچه‌ای که ساعت جیبی رو دزدیده بود به اون کلبه میاد و ساعت رو پس میده و میگه با باز کردنش متوجه شده که دکتر یه آدم فوق‌العاده است شروع میکنه به تعریف کردن ازش و جان اسمیت اشک میریزه و بعد عصبانی میشه و بهش میگه بس دیگه نگو مارتا و پرستار جان اسمیت رو تشویق میکنم به اینکه ساعت رو باز کنه اما اون شیفته زندگی معمولی شده میخواد با پرستار ازدواج کنه بچه دار بشه و معمولی بمونه پرستار بهش میگه که اگه میتونست جای اون این رو بکنه حتما این کارو میکرد اما نمیشه و خود جان اسمیت باید تصمیم بگیره که ساعت جیبیو توی دستش بگیره و خودش اونو باز کنه تا دوباره یه تایم لورد بشه جان اسمیت برای اینکه جان اسمیت یعنی یه آدم معمولی بمونه حتی تصمیم میگیره اون ساعت جیبیو که محتوی هویت واقعیشه به دشمنانش بده و ماهیتش رو بهشون بفروشه تا تنهاش بذارن که یه زندگی معمولی داشته باشه. در واقع اون هرچی عقب تر میره دشمنانش جلوتر میان. اما پرستار بهش هشدار میده که توی دفترچه خاطراتش که خوابهایی که میبینه رو نوشته درباره که این دشمنها هم صحبت کرده و نوشته در صورتی که تسلیم دشمنانش بشه همه چیز نابود میشه و دیگه حتی نمیتونه یه زندگی معمولی داشته باشه. هر ثانیه ای که میگذره به آتش افروزی دشمنان دکتر اضافه میشه. هر چقدر که جان اسمیت عقبتر میره و فرار میکنه دشمنان جلوتر میان و بهش نزدیکتر میشن و افراد بیشتری نابود میکنن تا بتونن خودشون رو به دکتر برسونن. زیر رگبار آتیش اونها جان اسمیت داره اشک میریزه. جان اسمیت تحت فشار قرار میگیره که هر چه زودتر تصمیم بگیره و بالاخره این کارو میکنه. ساعت رو توی دستش میگیره بازش میکنه و ماهیت واقعیش بهش برمیگرده. اون دوباره به ارباب زمان تبدیل میشه. به سراغ دشمنانش میره و اونها رو نابود میکنه. بعد برمیگرده به کلبه پیش پرستار و پرستار ازش میپرسه میتونی دوباره تبدیل به جان اسمیت بشی؟ و دکتر میگه آره. پرستار میپرسه خب پس میشه برگردی دوباره جان اسمیت بشی؟ و دکتر میگه نه. اون تعم تایم لورد بودن رو چشیده و حاضر نیست برگرده به یه زندگی معمولی به عنوان یه انسان معمولی و با یه شغل معمولی زندگی کنه. پرستار ازش میپرسه خب جان اسمیت کجاست؟ چه بلایی سرش اومده؟ و دکتر جواب میده که اون همین دورو برای یه جایی تو وجود منه. وقتی این قسمت سریال دکتر هو رو تماشا کردم حس کردم ما شاید بیشترمون فراموش کردیم هویت واقعیمون چیه و واقعا کی هستیم. یه جایی یه زمانی هویت واقعیمون و ماهیت وجودمون رو از ترس پنهان کردیم. شاید توی یه ساعت جیبی که یه جایی روی تاخچه اتاقمونه. شاید شما هم دفترچه چیزهای غیر ممکن داشته باشید. شاید آرزوهایی رو که تصور میکنید دست نیافتنیان توی اون دفترچه می نویسید. یا شاید فقط تو ذهنتون بهشون فکر میکنید. اما همیشه اون چیزا تو ذهنتون impossible things هستن. یعنی غیر ممکن. کسی مثل مارتا همراهتون نبوده که بهتون یادآوری کنه شما معمولی نیستید و در واقع میتونید تبلور همه اون چیزهایی باشید که فکر میکنید رسیدن بهشون غیر ممکنه. شاید یه هدف یا یه کار فوقلادهی وجود داره که از نظر جان اسمیت درونتون یعنی خود معمولیتون جز به کارهای غیر ممکنه. شاید وقتایی که توی خواب هاتون میبینید که در حال انجام کارهای ظاهرا غیر ممکنید یا توی خیالتون وقت خودتون رو در موقعیتهای های ظاهرا غیر ممکن تصور میکنید در واقع دارید خاطراتتون رو مرور میکنید خاطرات خود واقعیتون همونی که یه جایی پنهانش کردید تا بعدا به سراغش برید اما به کل فراموشش کردید شما نمیتونید ساعت جیبی حاوی ماهیت واقعیتون رو بفروشید تا بحران ها دست از سرتون بردارن و بذارن یه زندگی معمولی داشته باشید و به زندگی معمولیتون ادامه بدید. چون ادامه دادن به یه زندگی معمولی همونطور که پرستار توی دفترچه خاطرات جان اسمیت خونده بود به تباهی منتهی میشه. معمولی نمیتونه همیشه معمولی بمونه. معمولی یه جایی دیر یا زود تباه میشه. ادامه معمولی بودن تباهیه. و اصولا هر چقدر عقبتر برید بحران ها به شما نزدیکتر میشن. راه فراری وجود نداره. باید مقابلشون وایسید و برای اینکه مقابلشون وایسید باید از معمولی بودن دست بردارید و برای اینکه از معمولی بودن دست بردارید باید برید به سراغ همون اهدافی که تصور میکنید دست پیدا کردن بهشون غیر ممکنه. اگه سالهاست رویایی دارید که تصور میکنید دست پیدا کردن بهش برای شما غیر ممکنه یا اگه به خاطر شرایط فعلی کشورمون تصور میکنید الان وقتش نیست و باید صبر کنید تا این بحران ها تموم بشن و بعد به سراغ اون هدف برید باید بگم که سخت در اشتباهید چون الان وقتشه درست زیر آتیش توپ و تانک و فشفشه زمان ایدئال برای شروع حرکت به سمت هدفتون دقیقا همین حالاست وسط بحران بنزین و هواپیمای اوکراینی و حالا کرونا بحران ها تموم نمیشن بعد از کرونا یه اتفاق دیگه میفته یا اصلا کسی چه میدونه شاید همزمان با کرونا مثل جان اسمیت که زیر آتیش دشمنی که هر لحظه بهش نزدیکتر میشد تصمیم گرفت معمولی بودن و کنار بذاره شما هم همین حالا و همین روزهاست که باید تصمیم بگیرید در انتظار اوضاع و شرایط ایدئال نمونید الان وقتشه اون ساعت جیبی که ماهیت واقعی و خودش گفتنگیزتون رو توش پنهان کردید توی دستتون بگیرید و بازش کنید تا بتونید به اصل وجودتون برگردید به اون خود غیر معمولی و کاملا خاصی که هدف گذاری میکنه و برای رسیدن به هدفش برنامه میچینه و اگه یکی از آرزوهای شما که تصور میکنید غیر ممکنه بهش برسید یادگیری یه زبان خارجیه و حالا تصمیم گرفتید که برای رسیدن به این آرزو قدمی بردارید میتونید یه سری به وبسایتمون به آدرس www.perfectyourenglish.net بزنید و با محصولات و خدمات ما در زمینه آموزش زبان انگلیسی و آیلتس آشنا بشید. من آزاده مبشر هستم، مدرس زبان انگلیسی. توی این سایت میتونید رزومه کاریم و نتیجه آیلتس و مدارک تحصیلیم رو مشاهده کنید. متشکرم که این ویدیو رو تماشا کردید. بدرود.